شاگردان عزیز به ویدیوی جدید خوش آمده در این ویدیو ما شما ترادف اصابیر یا اریتمتیک سیکوینسر میخونیم از تعریف این ترادف آغاز میکنیم ارگاه در یک ترادف فرق بین دو عدد متاقب همیشه یک عدد ثابت باشد آن را ترادف اصابی مینامند خب باشه ما عداد نمیشته کنم یک ترادفی داریم دو پنج اشت یازده 14 و ایده. از کجا بفهمیم که ترادف یک ترادف حسابی است یعنی در صورتی که فرق بین دو عد متعاقب یا پی در پی یک عدد ثابت باشه این ترادف رو نام ترادف چی یاد میکنم ترادف حسابی خب مثلا من خواسته باشم دیر پیدا کنم میایم فرق بین دو عدد متواقع بر پیدا کنیم دو عدد پی در پی پیدا کنیم آیا فرق نمیکنه که او عدد پی در پی عدد اول و دیوم باشه چهارم و پنجم باشه یا ششم و هفتم باشه مثلا من میگیرم کاملا به صورت اتفاقی عد پنجم را منفی عد چهارم میکنم ما فرق بین عد پنجم و عد چهارم پیدا کنم قسمی که میبینیم عد پنجم در ایترادوف 14 و عد چهارم یازده 14 که من فی 11 کردیم برابر با چند شد برابر شد با 3 حالا بیم دو عد دگر پیدا کنیم عد دومر من فی اول در صورت که خواسته باشیم ما شما انجام دیم عد دوم 5 من فی عد عمل که دو 5 من فی دو چند میشه 3 میشه قسمی که میبینیم در یک تسترادف حسابی، فرق بین دو عد متعاقب همیشه ثابته فرق نمیکنه که کدو او دو در ما و شما انتخاب کنیم فقط و فقط دو عد متعاقب باشه فرق بین از اونو باید یک عد چی باشه یک عدد ثابت باشه که او عدد ثابت به نام دی یا فرق مشترک یا کامن دیفرنس یاد میکنن خب در صورتی که این دی بزرگتر از صفر باشه این به این معنایه که عدود به صورت تدریجی چه کار میشه افزایش میکنه قیمت های عدود به صورت تدریجی افزایش میکنه کور به نام ترادف متزاید هم یاد میکنم و در صورتی که قیمت دی از صفر کوچکتر باشه در صورتی که قیمت دی از صفر کوچکتر باشه به این معنی که قیمت های عدود با افزایش عدود قیمت های عدود کاهش پیدا میکنه و این ترادف به نام ترادف متناقض همچنان یاد میکنم چند سوال کار میکنیم تا مشکل تقریبا حل در مسال اول ترادفی را تشکیل دهید که عد اول آن سه بر دو و فرق مشترک آن, آن دو باشد عد اول برابر شده با سه بر دو فرق مشترک هم چنان دو خب عد اول که داریم چی رقم میتونیم عد دوم رو پیدا کنیم در ترادف حسابی خواسته باشیم عد بعدی رو پیدا کنیم عد قبلی که جمع فرق مشترک کنیم عد بعدی چیکار میشه حاصل میشه مثلا عد دوم من خواسته باشم پیدا کنم عد دوم برابر میشه با عد اول جمع چی جمع دی یا فرق مشترک با میتردی؟ عد دوم برابر میشه با عد اول چند بود سه بر دو جمع دی یا فرق مشترک که اینا رو با هم دیگر جمع کنیم برابر میشه با 7 بر دو به می ترتیب خواست باشم من پیدا کنم عدد سموم چی قسم پیدا کردم میتونم عد دوم که جمع فرق مشترک کنم عد سموم خیلی راحت به دست میایه عد دوم جمع دی که برابر میشه با عد دوم ار افت بر دو پیدا کرده بودم جمع دی که دو شد مساوی به چند میشه یازده بر دو خیلی راحت ما شما ترادف تشکیل دادین بعد در دا اول سه بردو عد دوم هفته بردو عد سوم یازده بردو ما می ترتیب اگه خواسته باشیم عدود بعدی را همین قسم میتونیم پیدا کنیم یا اگر درخواسته باشیم پیدا کنیم عدد قبلی جمع فرق مشترک کنیم عد بعدی حاصل میشه در مثال دوم کدام یک از این ترادف های زیر یک ترادف حسابی می باشد خب ترادوف رو نمیشه نمی کنم یک سه بر دو دو و پنج بر دو به می اندازه که میکنه خب بیایم فرق مشترک پیدا کنیم فرق مشترک بین عدود مختلف رو پیدا کنیم بین عدود متعاقب و مختلف در صورتی که فرق مشترک یکی بود میتونیم بگیم این تساوت تساوت حسابیه در صورتی که با هم دیگر مساوی نبود ترادوف حسابی شده نمیتونه ف... مثلا دیر خواسته باشیم عدد دوم منفی عدد اول کنیم مساوی میشه با سه بر دو منفی یک کور منفی کنیم مساوی میشه با یک بر دو خب یک فرق مشترک دیگه هم پیدا میکنم عد چهارم منفی عد سوم کنم عد چهارم شده پنج بر دو منفی دو که پنج بر دو منفی دو کنیم بازم برابر باشه حل میشه برابر میشه با یک بر دو قسمی که میبینیم فرق مشترک در ترادوف یکی پس میتونیم بگیم ای رو به نام ترادوف چی یاد میکنم ترادوف ایسابی یاد بکنن همچنان در مثال بعدی یک دو چهار اشت و شانزده آیا ای ترادوف یک ترادوف حسابی بوده میتونه یعنی از کجا میتونیم بفهمیم بازم فرق مشترک که پیدا کنیم فرق مشترک به این قسمت عد دوم منفی عدد اول کنم برابر میشه با دو منفی یک که مساوی میشه با دو ببخشید دو منفی یک که برابر میشه با یک اما اگه خواسته باشم عد سوم منفی عدد دوم کنم در صورت که تر... ترادف ترادف باشه هر عد که منفی عدد قبلی کنیم یک عدد ثابت باید به دست بیا یک عدد دیه ثابت کد سوم به یک قسمت از چهار منفی عدد دوم دو مساوی به چند میشه؟ مساوی میشه با دو قسمی که میبینیم تفاوت عدد دوم و عدد اول شده عدد یک اما تفاوت عدد سوم و عدد دوم عدد عد دو شده ای یک و دو با هم دیگر مساوی نیه پس ای ترادف اصابی شده نمیتونه میتونه یک ترادف اندسی شده یا آرمونیکی شده. فرق نمیکنه اما ترادف حسابی شده نمیتونه دریافت عد این اوم در یک ترادف اندسی در یک ترادف حسابی خب ببینید فرض به این میکنیم پنج افت نو و یازده یک ترادف حسابی هم عد اول پنج به می ترتیب عد دوم اف عد سیوم و چارم نو و یازده اگه خواسته باشیم ما عد پنجم پیدا کنیم هیچ نیاز به فرمول نداره عد چهارم که جمع فرق مشترک کنیم عد پنجم به دست میه خیلی راحت که چهارم به این قسمت از یازده جمعه فرق مشترک هم یک عد منفی عد قبلی کنیم فرق مشترک به دست میه که به این ای ترادف نور منفی اف کردیم شده چند؟ شده دو پس خواسته باشم ما پنجم پیدا کنم عد چهارم جمع بر دو کنم عد پنجم به دست میه عد چهارم یازده جمع دو برابر میشه با 13 عد پنجم شد 13 اما در صورتی که خواسته باشم عد بالاتر پیدا کنم عد پینجام پیدا کنم به این بخش کار میکنیم ما و شما لازمه که از فرمول دریافت عد این اوم استفاده کنیم که فرمول دریافت عد این اوم به این ترتیب این برابر میشه با یک ای جمع این منفی یک ضرب در دی ای فرمول در صورتیه که عد اول و دی مشخص باشه در صورتی که عد اول مشخص نبود عد دیوم مشخص بود عد سیوم یا عد چهارم یا یک عد در بنام عد ام اوم نام گذاری میکنه مشخص بود از این فرمول میتونم استفاده کنم این برابر میشه با ایم جمع این منفی ام ضرب در دی از این دو فرمول میتونیم ما و شما چکار کنیم عد پنجم یا عد هر عد دلخواهی که داشتیم میتونیم پیدا کنیم به می سوال به طور مثال عد پنجم خواسته باشیم پیدا کنیم ببینیم شاگردان عزیز عد اول در این سوال چنده در این اول است 5 فرق مشترک یا دی چنده فرق مشترک همچنان است دو عد پنجم خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم نظر به فرمول این برابر میشه با یک جمع این منفی یک ضرب در دی عد پینجا برابر میشه با عد اول کسته پنج جمع این منفی یک این منفی یک یعنی پینجا منفی یک ضرب در دی کسته دو و می ترتیب عد پینجا مساوی میشه با پنج جمع پنجا منفی یک چلو نو ضرب در عد پینجا برابر میشه با پینجا جمع چلونو ضرب در دو کنیم میشه 98 عد 50 اوم برابر میشه با 98 جمع 5 کنیم 103 خیلی راحت توانستیم نظر به فرمول که داده شده بود عد 50 اوم رو پیدا کنیم و میترتیم میتونیم عد 500 اوم عد پینجا اوم یا هر عد که خواسته باشیم ما و شما پیدا کنیم مثال اول عد سیوم ترادف ایسابیر پیدا کنیم خیلی راحت از این فرمول استفاده کرده میتونیم و سوال را پیدا کردن میتونیم در مسال دمو. تعداد عدود ترادف حسابی زیر را دریافت کنید این سوال کمک متفاوت به امون دلیل مکار کنم ترادوف هست. عد اول در این ترادف سی و پنج قسمی که میبینیم فرق, فرق مشترک خواسته باشیم پیدا کنیم چل منفی سی و پنج کنیم برابر میشه با پنج فرق مشترک پیدا کردیم پنج عد این اوم گفته پیدا کنیم که عد این اوم به این به ای سوال است دو هزار چیزی که از ما خواسته اینه یعنی تعداد عدو در شما میتونیم چکار کنیم پیدا کنیم بازم خیلی راحت نظر به فرمول این برابر میشه با یک جمع این منفی یک ضرب در دی این که قیمت تو دو هزار برابر میشه با یک سی و پنج جمع این منفی یک این نامعلومه ضرب در دیک هست پنج و می ترتیب دو هزار برابر میشه با سی و پنج جمع پنج این منفی پنج دو هزار برابر میشه سی و پنج منفی پنج کنیم میشه سی جمع پنج این به این ترتیب دو هزار منفی سی میشه با پنج این هزار و, نو سد و برابر میشه با پنج این اطراف که تقسیم پنج کنیم این برابر میشه با یک پنج پنج سه پنج پانزده چار میمونه چلو افت نو پنج چلو پنج دو میمونه بیست چار پنج بیست قیمت این چند شد سه سد و, و ترتیب شاگردان عزیز یعنی از 35 تا دو هزار با همی شرایط با همی ترادفی که فرق مشترک 5 باشه باید تعداد 394 عد وجود داشته باشه که به چند برسیم به دو هزار برسیم خب شاگردان عزیز در این ویدیو به می اندازه کفایت میکنم در ویدیوی بعدی با عد وسطی ترادف حسابی و همچنان ترادف آرمونیکی ما شما آشنا موفق و کامگار باشیم